زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد. ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد. جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون. جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون. حکومت ضد زن سرنگون سرنگون. حکومت ضد زن سرنگون سرنگون. حکومت ترور شکنجه اعدام سرنگون سرنگون. حکومت ترور شکنجه اعدام سرنگون سرنگون. با تشکر آناهیتا و سهیلا، لطفا بفهم. سلام عزیزان، خیلی خوشحالم که تک تک شما امروز اینجا هستید تا صدای تمام زندانیان سیاسی در ایران باشیم، زندانیان سیاسی عقیدتی. در ابتدای برنامه آناهیتا رحمانی از کمپین بین المللی برای آزادی فوری زندانیان سیاسی اینجا هستش تا بشنویم صحبت‌های آناهیتا رو. منم تشکر میکنم از حضور تمام دوستان و رفقا در این گرد همایی. بعد در هر حال کمپین بین‌المللی آزادی فوری زندانیان سیاسی در سال 2020 در خارج از کشور به خصوص در آمریکا تشکیل شد و برای پاسخگویی به موج گسترده زندانی کردن فعالین در ایران. میدونیم که رژیم فقط با ابزار سرکوب و شکنجه و اعدام داره به بقا و حیات خودش ادامه میده. به زندان و قفس مرغ دلم چون شاد میگردد، مگر روزی که از این بند غم آزاد میگردد. تپیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته، رساتر گر شود این ناله ها فریاد میگردد. ز اشک و آه مردم بوی خون آید، که آهن را دهی گر آب آتش دشنه فولاد میگردد. همت کنید ای دوستان، همت کنید ای دوستان. دشمن به میدان آمده با حرص خرس گرسنه، با مکر شیطان آمده. وقتی گذشته باید جلوی این اعدام ها رو گرفت. ما الان شاهد حکم اعدام جمشید چهارمت هستیم، زندانی سیاسی که به خاطر عقایدش در زندانهای جمهوری اسلامی هستش و حکم اعدام صادر کرده. باید علیه این حکم وایساد. حکم اعدام یک حکم قرون وسطایی و متعلق به دوران بربریت هستش که جمهوری اسلامی داره اونا اعمال میکنه در جامعه. شدن و در چند روز گذشته هم چندین جوان از فعالین مبارز سیاسی در از اقلیم کردستان که وارد ایران شده بودن دستگیر شدن. این زندانیان در شکنجگاه های مرگ و دخمه های تاریک جمهوری اسلامی در شریعتی به بسر میبرند که اولا از ابتدایی ترین حقوق خود معروم هستند، زیر شکنجه های روحی روانی هستند، خانواده هایشون تحت فشار هستند و ما در خارج کشور و ضمن همبستگی با خانواده های قربانیان زندانیان سیاسی در داخل میتوانیم اتحاد و همبستگی خود را ابراز داریم. از نگاه خودش میخواد دهه 60 رو تکرار کنه، ولی دهه 60 تکرار شدنی نیست به خیلی دلایل. یکی از دلایلش اینه که دهه 60 در خفقان خبری بود، ولی امروز این دنیای مجازی این اجازه رو به جمهوری اسلامی نمیده که دهه 60 رو تکرار کنه. جمهوری اسلامی بدترین فشارها رو به مردم ایران، به پیرترین و زحمتکشترین مردم ایران، به بازنشستگان، به کارگران، به دانش آموزان، به محصلین و به همه این فشار رو داره میاره و هر روز تنگر رو برای خودش تنگتر و تنگتر داره میکنه. جمهوری اسلامی مثل هر نظام دیکتاتوری دیگه سرنگون میشه. باریم که این مردم ایران بهای کمتری برای این سرنگونی بدن. بگیم ما صدای زندانیان سیاسی هستیم. اشاره کردم به خیلی مسائل، من اون را تکرار نمی کنم. ما همه اینجا هستیم بگیم که
ما صدای زندانیان سیاسی هستیم، زندانیانی که از دارو و درمان محرومند، زندانیانی که ربوده میشن، مثل تصویری که توی سینه من میبینیم ربوده شده و حکم اعدام گرفته، از زندانیان سیاسی که درش روشکوندن رفتن جلوی زن بچهش بردن با کتک، و از زندانی سیاسی که کارگر پیشرو گرفتنش، از معلمین بازنشسته، از معلمان بازنشستگان، دانشجوان، زنان. من به همین اشاره نمی کنم، اسامیشون هم نمیارم، ولی فقط میخوام بگم ما صدای زندانیان سیاسی هستیم. من میخوام در اینجا به یه طرف قضیه اشاره کنم که دوستان یه اشاره کوچیکی داشتن. چرا جمهوری اسلامی مثل مار زخمی شده به خودش میپیچه؟ چرا جمهوری اسلامی حمله میکنه اوباش رو به خیابون فرستاده؟ چرا حمله میکنه به کارگران، دستگیر میکنه، گروگان میگیره، دزدی میکنه، زندانیا کارگران رو، دانشجوها رو میگیره؟ چرا زنان رو میخواد سرکوب کنه؟ چرا مثل مار زخمی به خودش میپیچه؟ چرا نهی از منکرش فرستاده تو خیابون؟ و چرا ها و چرا های دیگه؟ جمهوری اسلامی سرنگون، سرنگون. جمهوری اسلامی سرنگون، سرنگون. حکومت ضد زن سرنگون، سرنگون. حکومت ضد زن سرنگون، سرنگون. حکومت ترور شکنجه دام سرنگون، سرنگون. حکومت ترور شکنجه دام سرنگون. زنده باد همه شما دوستان، خسته نباشید، خیلی هم ممنون. Thank you.